رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علياً حجة الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله خب پسرای گلم ببخشید من صدام وصل نمیشد الان دیگه وصل شد. خب عزیزای دلم، خب محققان کوچک من، دستا برای چی الان بالاه؟ دستا برای چی الان بالاه؟ آقای طه مرادی چرا دستت بالاه پسرم؟ خب عزیزای دلم میرسیم زنگ علوم گروه محققان در مورد گروه ایمنی هستند. آقای آرشا، آقای هیراد، آقای فربود و آقای امیرعلی شجاعیان، درسته؟ خب آقای آرشا دستش رو لطفا بگیره بالا. مرسی. و رایان دستش پایین لطفا. آقای آرشا و آقای امیرعلی شجاعیان دستشون بالا. خب پسرای گلم بیاین پیش من. خب آقای آرشا و آقای امیرعلی شجاعیان، امیرعلی کلاه چی گذاشتی سره؟ ایمنی. کلاه ایمنی گذاشتی سره؟ دلر. خیلی خوب پسرای گلم. خب امیرعلی شجاعیان، بچه ها خوب گوش کنی. امیرعلی جان بگو ببینم چه صحبتی داری در مورد ایمنی، چه تحقیقی کردی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یه آقایی بود
خانم امیر علی ما منتظریم پسرم بگو. خانم صدای من میاد؟ آره عزیزم صدات میاد و ما منتظر شنیداریم. بگو. بعدش یه آدم کلا سرش نبوده، سر ساختمون بوده، بعد یه سنگ افتاده تو سرش. آخ آخ آخ، از اون بالا آجر و سنگ افتاده. ولی اگه کلاه ایمنی داشت چه اتفاقی میافتاد؟ میافتاد که چی نمیشون، چون کلاه ایمنی سنگه، این سنگ صفر سفته، نمیذاره ضربه بخوره. بچه برای همینه که وقتی کسایی که سوار موتورسیکلت هم میشن میگن حتما کلاه، دارم صحبت میکنم، میگن حتما کلاه ایمنی رو سرشون باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر خدای نکرده تصادف کردن یا پرت شدن سرشون اگر خورد جایی، اون کلاه باعث میشه ضربه به سر و مغزشون نخوره. امیرعلی چیز دیگه چی میخوای برام بگی؟ دیگه خب من به آرشا اول بگم بعد دوباره میام پیش شما امیرعلی. یه لحظه آرشا جان شما بگو پسرم. راجب ایمنی در راه رو میخوام صحبت کنم. آفرین، بگو پسرم. ما وقتی که تو راه رو میدویم ممکنه کسی وسیله دستش باشه، وسیله تیز ممکنه دستش باشه، ما ممکنه حواستمون نباشه بخوریم. امیرعلی آرشا جان یه لحظه، آرشا یه لحظه، آرشا امیرعلی پسرم شما باید الان حواست به این باشه که آرشا چی میگه. خب به خاطر اینکه صحبت بکنی بچه های دیگه هم حواسشون داره پرت میشه. خب در مورد امیرعلی صبر کن، آرشا داره صحبت میکنه پسر من. آرشا جان ببخشید بگو پسرم. که طرف وسیله تیز دستش باشه ما بخوریم بهش، آفرین، اونور هم خودش هم خودمون زخمی بشیم، هم کسی که وسیله تیز دستشه ممکنه زخمی بشه. آشا یادت پارسال تو پیش دبستانی وقتی کار دستی داشتیم میگفتن بچه ها با قیچی راه نیفتین تو کلاس، یا قیچیتون رو ببندین، قیچیتون رو به طرف پایین بگیرید نوکشو، که خدایی نکرده اگر خودتون خوردین زمین یا دوستتون داشت میامد یه وقت قیچی بهش نخوره. آفرین آرشا. خب ادامه بده آرشا جان. راجب ایمنی افتادن از بلندی. خب ما نباید روی نرده ها بشینیم، نباید از لبه پشتمون یا بالکن آویزون بشیم، یا نباید رو لبه راه بریم، یا راه پله نباید از دولا بشیم اونورم خواهیم نگاه کنیم، یا همین راه راه بعضیاشون دیوار ندارن، بعضیاشون ندارن. تازه آرشا من بعضی ها رو دیدم بچه روی این نرده هایی که کنار پله هست میرن از اون بالا سر میخورن میان پایین. آرشا کارشون درسته؟ نه اصلا درسته، خیلی خطرناکه. درسته؟ بله. خب حالا امیرعلی بگه ادامه بده. امیرعلی جان ادامه بده. در مورد آتش داشتم. خب بگو. بچه ها نباید دست به گاز بزنن. آفرین. نباید دست به کبریت بزنن، نباید دست به فندک بزنن، دیگه باید لباس آتشفشان بپوشیم، کلامون از سرمون بزنیم، وگرنه لباس و کلا نذاریم بریم تو آتیش، خدایی نکرده آتیش میگیریم. آفرین. بچه ها ببینید آتش نشان ها کلاها و لباس های مخصوص دارن که ضد آتش باشه، ضد حریق باشه، که به وقتی میخوان برن آدم های دیگر رو نجات بدن لباس های خودشون آتیش نگیره. امیرعلی نکته ای که گفت این که بچه ها اصلا دست به گاز و برق و اینا نمیزنیم، گاز رو ما روشن نمی کنیم، چون اگر حواسمون نباشه روشن نشه گاز و آتیشش روشن نشه و اون گاز بره باعث خفگی میشه بچه ها. بعد خیلی حواسمون باشه. اینو کارهایی که بچه ها بزرگا باید انجام بدن. ما هم به یه سنی، شما هم که به یه سنی برسین میتونید این کار رو انجام بدید. یا برق اصلا چیز نکتی سو برق نکنید، در آن برق میگیره. درسته بچه ها؟ آب رو وسایل برقی نریزین، وسایل برقی رو شما به برق نزنین، اجازه بدین بزرگترها این کار رو انجام بدن. خب آرشا جان شما دیگه چه صحبتی داری پسرم؟ من میخواستم یه چیزی بگم. اون فیلمه یادتون هست که اون دفعه اون فیلم اولین قسمتش بود، اون داشت فوتبال بازی میکرد، اون لوله بخاری تیره بود، بعد
ترکید آره یادته در مورد آتش نشانا بود درسته؟ بله. آرشا نکته دیگه ای داری برای من بگی؟ بله، راجع به ایمنی بد نشستن بچه ها. آفرین گفتم آفرین بگو. وقتی که بچه ها بد میشینن خواست درد میگیره، باید صاف بشینن. وقتی هم که صاف نشینن گردنشون درد میگیره، کمرشون درد میگیره. درسته. این بچه ها چیزی که آرشا جون داره میگه خیلی عالیه. بچه ها ببینین، دیدی من بعضی موقع میبینم که شما دارید مینویسید، رو زمین نشستین، دلا شدید اینجوری، سرتون توی دفتر. من میگم باید حتما پشت کجا بشینن؟ پشت میز بشینن. چرا؟ یا بچه ها وقتی بهتون دوربین میدم میرم کلتون خیلی سرتون رو نزدیک به دفترتون کردین، دارین مشق مینویسین. یک، وقتی سرتون اینقدر نزدیک به دفتر مشق باشه، خدای نکرده مداد میره تو چشت، گردنت درد میگیره چون همش خمی، کمرت درد میگیره، دستت درد میگیره، شونهات درد میگیره. وقتی رو زمین میشینی مجبوری کاملا دلاشی و تمام این اتفاقا برات میفته. برای همین بچه درست نشستن خیلی مهمه. ستون فقراتتون صاف باشه، دلا نباشید، قشنگ تکیه بدید اینجوری صاف صاف که ستون فقراتتون صاف باشه، فشار نیاره به مهراتون، به اون رگای خونی، به نخاعتون که در ستون بدنتون هستش. و اینکه یه چیز دیگه که میخواستم بگم، چشتون اگه خیلی نزدیک باشه، دلا باشه، چشمتون ضعیف میشه بعد از یه مدت بچه ها. بعد گردنتون گردن درد میگیری، خیلی مواظب خودتون باشه. اینا آرشا گفت ایمنی هایی که برای خودتون خوبه. خب امیرعلی شما بگو. باید به بابامو بگیم آروم بره، بعد باید کمربندامونو ببندیم. آفرین بچه ها. چی بود؟ یکی دیگه از نکات ایمنی که باید رعایت کنیم بستن کمربند در ماشین ها هستش. من بعضی ها رو دیدم بچه ها تو پلیس رو میبینم میگم وای 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 پلیس پلیس کمربندامون رو ببندیم، بعد تازه خدا کنه ببندن، میارن با دستشون نگه میدارن. کارشون درسته امیرعلی؟ نه نه نه. چرا؟ بچه ها این برای ایمنی خودمونه. خیلی تصادفاتی که بچه ها انجام شده و افراد آسیب زیاد دیدن به خاطر این بوده که کمربند ایمنیشون رو نبستن. ولی بعضی از بیشتر آدمایی که میبندن به خاطر ایمنی خودشون سالم موندن در تصادفات. خب آرشا جان شما دیگه چی میخوای بگی پسرم؟ باید 25 سانت از کتاب و دفترمون باید فاصله داشته باشیم. آفرین. اگر نداشته باشیم پامون درد میگیره، همه جامون درد میگیره. بعد رد شدن راجع به ایمنی در خیابان. آفرین. از خیابون رد بشیم باید مراقب باشیم که ماشین نزنه. بعد از خط عابر پیاده رد بشیم و از زیرگذر و از پل عابر پیاده، اگر هم اینا رو نداشت از چراغ راهنمای رانندگی استفاده میکنیم. آفرین بچه ها. پس خوب گوش کردین چی گفت. از پل هوایی باید استفاده کنیم بچه ها. نگید وای پله داره پلش برقی نیست سخته بریم، به خاطر ایمنی خودتونه بچه ها. و اگر که پل هوایی نداشت، برای اینکه از خیابون ها بخوایم رد شیم باید خز روی خط عابر پیاده رد بشیم. آفرین. از روی خط عابر پیاده رد بشیم. چرا؟ وقتی که ماشینا خط عابر پیاده رو میبینن ناخودآگاه سرعتاشون رو چیکار میکنن؟ کم میکنن. وقتی هم که به چراغ برسن، اگر چراغ قرمز بشه کاملا ایست میکنن و شما میتونید با خیال راحت از خیابون رد بشین. خب امیرعلی شما دیگه صحبتی داری؟ چرا؟ بفهمید. ما باید وقتی که از خیابون رد بشیم دست مامان و بابامونو بگیریم. آفرین. نه که اینجوری بریم که ماشین بزنه بهمون. آفرین پسرم. بچه ها وقتی که داریم از خیابون رد میشیم هنوز شما تو سنی هستین که باید دست بزرگتراتونو بگیرین، چون اونا حواسشون بیشتر جمعه، طرف راست رو میبینن، طرف چپ رو میبینن. یه وقت خدای نکره شما حواستون نباشه و یهو برید، اتفاقهای خوبی نمیافته. بچه ها من از هر دوی شما تشکر میکنم، دعوت میکنم از دوتا جانم، از دوتا محقق دیگه الان میگم آرشا، دعوت میکنم از دوتا محقق دیگه هم که بیام پیش ما. آرشا جان بگو عزیزم. مرسی امیرعلی. دیگه میخوام بگم
وقتی که ما میخوایم از خیابون رد بشیم، باید اول سمت راست نگاه کنیم، تا وسط خیابون بریم سمت چپ نگاه کنیم، بعد بریم. بعد میخوام شماره های امدادا رو هم بگم. بفرمایید. اول از همه شماره 110، بعد شماره پلیس 110، شماره 112 هلال احمر، و شماره 115 اورژانس، شماره آتش نشانی، شماره 121، شماره فوریت برق، و شماره 122 فوریت های آب، شماره 125 آتش نشانی و فوریت های گاز، هم شماره 194. 94. مرسی عزیزم، خیلی عالی بود، هر جفتتون تحقیقاتون بسیار کامل و عالی بود. مرسی آرشا جان، ممنونتم. خب خدافظ. آقای فربد بیان و آقای هیراد. فربد، هیراد کجا رفتی؟ علی پور اشتباه دادیم. خب و هیراد. به به، آقا فربد با کلاه ایمنیشون. خب سلام هیراد. سلام هیراد. سلام. خب فربد جان، شما صحبتاتو بکن، تحقیقتو بگو به ما گوش بکنیم. من میخوام از چیز بگم. چی؟ ایمنی میخوام بگم. ایمنی بفرمایی. وقتی که میخوایم از خیابون رد شیم، ایراد لطفاً گوش کن، طرفمون رو نگاه کنیم بعد رد شیم. آفری، ایمنی رد شدن از خیابان. بفرمایی. چی؟ یعنی بعد خودمون تنهایی بدو بدو نریم. آفرین آفرین فرد، پله ها بودو بودو نکنیم. آفرین، درسته. وقتی که میخواییم سوار، یعنی وقتی که میخواییم ترمز بزنیم، کمربندمون بسته باشه، بعد ترمز بزنیم. کجا ترمز بزنیم؟ تو ماشین؟ آره. خب فرباد، بچه ها ما از اول اینکه میخوایم سوار ماشین بشیم باید کمربندمون رو ببندیم، چون نمیدونیم که کی قراره ترمز بزنیم که. آفرین فرباد، خب ادامه بده بسرم. بعدش اینکه کلاه ایمنی هم بذارن این ساختمون سازم، اگر نه یه هایی آجوری سنگی چیزی مفته بکنه. آفرین، درسته پسرم. بعدش اینکه مثلا اسکیت بازو باید زانوبند و پابند و دستکش و اینا داشته باشن. آفرین، حتی دوچرخ سوارا، درسته؟ آره. من که دوچرخ سوارم. بله، حرفه‌ای دیگه فرباد، درسته؟ آره. خب شما هم کلاه میذاری موقع دوچرخ سواری؟ آره. آفرین. خب دیگه؟ دیگه خب میخوای بریم سراغ هیراد یه ذره خستگی در کنید دوباره بیایم سراغه؟ هر وقت جای آتش میگیره دو آتش نشانی زنگ بزنیم. آره. آفرین بچه ها، هر موقع که آتش میگیره به آتش نشانی زنگ بزنیم، ولی یادتون باشه من قبلا گفتم یه وقت جنگل میرید، پارک میرید، البته الان نه چون که کرونا هستش، ولی کلا موقعی که میرفتین خب باید حواسمون باشه. وقتی بچه ها بخوایی سرده، میخوای آتیش روشن کنی یا میخوای جوجه کباب درست کنی، غذا درست کنی، آتیش رو روشن میکنی، بچه ها باید حواسمون باشه که بعدش آتش را فرباد چیکار کنی؟ خاموش کنی. بچه ها بعضی موقع ها چی فرباد؟ رفته بودیم مسجد، یه پیرزنه اومد شم چیز کنه، شم کنه، یه هایی زد درخ آتیش گرفت. وای خدای من. بعدش عموم اومد خاموشش کرد. وای خدای من، چه آسیبی هم به اون درخت
حیوونی زدش، درسته؟ بچه ها گفتم آتش که روشن میکنیم، الان گوش کن فرباد، آتش که روشن میکنیم بچه ها ممکنه ما یه ذره آب بریزیم روش بگیم خاموش شد، ولی یه شعله های ریز، یه جرقه های ریز، یه گدازه های ریز آتشون زیرزیرا هست که با چشم ما دیده نمیشه. ما میگیم خاموش شد و میایم خونمون، بعد میگن جنگل مثلا اینجا آتیش گرفته. چرا؟ نگاه میکنن میبینن که از یک آتیش کوچولویی که درست شده بوده برای غذا، وقتی که شما رفتین یا حالا بودید باد زده، اون باد باعث شده که اون آتیشه هی شعله ورتر شه، شعله ورتر شه، یو زیاد شه، این درخت، اون درخت، اون درخت، تمام جنگل. پس بچه ها حواسمون باشه، حسابی باید آب بریزیم روش، خاک بریزیم روش تا مطمئن مطمئن بشیم خاموشه. بریم سراغ هیرات. هیرات جان، خب هیرات شما چی میخوای بگیم؟ شما چی میخوای بگیم؟ ما باید همیشه دیده همین چی بود دادم ایمنی رایت کنیم. آفرین آفرین، رایت نکنیم به خودمون آسیب میرسه. بله درسته، بله درسته. نباید توی راهروی مدرسه بودیم، نباید تو مدرسه بودیم، نباید دوستمون تو مدرسه هل بدیم. آفرین، نکته خوبی بود. نباید توی خیابون بودیم، باید درست بشینیم. درسته، نباید درسته. میلای پله بشینیم. آفرین بچه، وقتی که روی میلا میشینیم یه لحظه، خب وقتی که روی میله ها بچه ها میشینیم، پشتمونی چی نیست، جلومونی چی نیست، ممکنه یهو همجی که نشستیم یهو از عقب بریم، خدای نکرده سرمون اگر بخوره به یه جایی ضربه میخوره و خیلی خطرناکه. خب هیراد ادامه بده، صداتو بس کن. بگو هیراد جان. بگو هیراد جان. هست که ما هم موقعی که باید کاری میشه به اون زنگ میزنیم. اولی خب. آتش نشه. میشه ببینم؟ میشه ببینم؟ آفرین آفرین. موقعی که جایی که آتیش بگیره ما به 125 زنگ بزنیم، زنگ میاد. آفرین آفرین. فقط واسه آتیش نیست، فقط از هم مور و نمیدونم دیگه تو آستان سرگیر میکنن. آره تو چاه میفتن. آفرین آفرین آفرین. خب خیلی عالی بود. بعدیم بهداشت. بهداشت بله. بهداشت بله. موقعی که ما حالم بد میشه، بیماری گرفتیم، سعی به این شماره بله زنگ بله به اورژانس زنگ بزنیم. بله به اورژانس زنگ بزنیم به 115. خب موقعی که تصادف میکنیم بعد به این شماره زنگ بزنیم. درسته، مرسی. درسته، مرسی. دیگه یکی از هلال احمر، اون موقعی که مثلا سیل شدید، زلزله شدید، اینا میان کمک ما. بله اینا امدادایی هستن که بچه موقع زلزله، موقع سیل، اینا کمک میکنن. آفرین، 112. آفرین دیگه، یکی دیگه نه تموم شد. درسته؟ درسته؟ درسته. هیرا دیگه صحبتی نداری؟ هیرا دیگه صحبتی نداری؟ نه. مرسی عزیزم. خب فرباد جان صحبتی داری؟ آره، من ممکنه اصلا وقتی که ما چیز میکنیم، مثلا آتش درست کردیم، به خاطر آتش انقدی هم کل جنگل بره. بله دقیقا، ممکنه با یه جرقه خیلی کوچولو که زیر اون آتیشای خاموش هست یه باد بهش بخوره، آتیشه روشن بشه و کل جنگل آتیش بزنه. فرباد خیلی ممنونم. بچه ها خیلی ممنون از محققای کوچیکم، عالی بودین، کیف کردم با اتون. حالا بچه ها اینو ببینیم، همین چیزاییه که پسرم گفت، این سازمانه هلال احمر هستش که امداد و نجات، موقعی که زلزله بیاد، موقعی که سیل بیاد کمک میکنن با اورژانس، با آتش نشانی، همه با هم متحد میشن و کمک میکنن. اینم که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی هستش، همونجور که هیراد جان گفت فقط برای جایی نیستش که آتش گرفته، ممکنه کسی تو آسانسور گیر کرده باشه، ممکنه یه گربه بالای یه درخت گیر کرده باشه، اینا کمک میکنن.
بعدی هم چیه؟ 115 اورژانس یا بهداشت هستش که زمانی که خدایی نکره اتفاق برای کسی میفته زنگ میزنن به اورژانس به 115 تا به کمک بیا که دکترای اورژانس میان برای کمک. خیلی خب پسرای گلم، خیلی عالی بودی. محمد تاجان صحبتی داری پسرم؟ یه چیز دیگه بچه ها، حواسمون باشه به وسایل نوک‌تیز دست نزنیم، به چاقو، میخ، سوزن، به اینا دست نمیزنیم بچه ها، به گاز، به برق دست نمیزنیم، به وسایل برقی مثل چرخ گوشت، مثل آب میوه گیری، اینا اصلا دست نمیزنیم، حواستون باشه. محمد تاج جان بگو بسرم. محمد تاج نمیگی. خب بچه ها چیز دیگه ای که میخوام بگم اینه که محمد تاج وصلی الان؟ بله. خب بگو بسرم. تصویر بده خیلی با مزه میگی. من به شما تصویر میدهم. حالا نداریم بریم جایی و مثلا شما در این چیزا نباید بریم تو آبشو بالیم، میتونیم بریم ولی خیلی دونه. آفری نکته این چیه؟ صدف. صدف بتونه بهتون صدف دادن؟ آره؟ برای درس فکر کنم ساعت بود بهتون صدف دادم. خب بچه ها جونم، محمد تا نکته خوبی گفت، همه گوش کنید، حواستون به دستاتون نباشه که بالا اومده. بچه ها وقتی که ما دریا میریم، آفری محمد تا، برای ایمنی خودمون اون نجات غریقایی که تو ساحل هستن میگن دور نرید، یه محدوده ای رو گذاشتن میگن دور نرید. خیلی وقتا آدمایی بودن بچه‌ها گوش نکردن، گفتن نه چیزی نمیشه، حتما یه چیزی میشه که زدن اونجا که نباید دور برین دیگه، گفتن هیچی نمیشه، رفتن و خیلی در حالت بدی اینا رو در آوردن، یا خفه شدن یا اومدن بیرون حالشون اصلا خوب نبوده. برای همین باید بسیار دقت کنیم. مرسی محمد تاها. خب آقای صدرا عهدی، آقای روحام کریمی، یه لحظه و آقای تاهام ببینیم میتونن بیان. خب صدرا جان شما بگو صحبتتو. بگو صدرا. میخواستم بگم که یکی از نیروهایی که اسمش هم پلیس وقتی که دزد میاد یا تصادف میشه، بعد پلیس راهنمایندگی برای تصادف و پلیس کلانتری برای مثلا شکایت و از دستگیری. بله پلیس 110 برای دستگیری و سرقت و اینا هستش، پلیس راهنمای رانندگی برای تصادف. مرسی پسرم. خب روحام جان شما بگو عزیزم. خانم بنو، اگر من توی فوتبال یه بازیکن بخوره و پاش زخمی بشه، یه سری دکترهایی هم هستن که میان پا رو چک میکنن. دقیقا اونا دکترهایی که میکنن که پا میزنن پا رو بهتر میکنن. آفرین درسته. همه جا بچه هم مخصوصا تو بازی های بزرگ جهانی همیشه اون دکترها هستن پسرم، گروه اورژانس و اینا هستن، درسته؟ مرسی. خب اول فصل شما بگو چی میخوای بگی پسرم. من یه بار سر کوچه‌مون آتیش گرفته بود. وای خب بعد چی شد؟ آتش نشانی اومد؟ هم آمبولانس اومد، هم آتش نشانی چند تا. خب بعد اومده بودن یا هی آقای اومده بودن پنجره هی میگفت کمک کن، بگم هم همسایه هم بود. آخه خب حالا نجات پیدا کرد؟ آتیش گرفت فوت کرد. ای وای عجب صحنه بدی بوده ابوالفضل. بله. خب خیلی دیگه شدید بوده. خب آقای امیرحسین مستدام شما بفرمایید. خانم معلم، ما نباید مثلا کلاه ایمنی دوچرخه نداشته باشیم. دوچرخه نداشته باشیم من اینطوری بریم تو خیابون. آخ راست میگی امیرحسین، من قبول دارم حرفتو. ما باید موقع دوچرخه سواری، حتی موقع اسکوتر بازی بچه ها حتما کلاه سرتون باشه، درست امیرحسین؟ بله. اگه ما
که خوب بود مثلا دیگه ایمینم مثلا اگه جاهای خیلی خطرناک که ما میریم باید اونا رو استفاده بله کلاهو باید داشته باشیم. مرسی امیر حسین، ممنونم ازت، نکته خوبی رو گفتی. کامیار جان بگو پسرم. خانم بنایی، من یه کار میکنم که زودتر پیش هم بریم. من لباس اسپایدرمن و ماسکم میزنم میرم کرونا رو شکست میدم. باشه ایشالله ایشالله. خب آفرین کامیار. خب تاج جان شما بگو بسرم. من چی بگم؟ من نمیدونم، دستتو بالا کردی بسرم. من منایی جانم، من چی متوجه نشدم. نماینده کیمه؟ خب پسر گلم تاها گوش کن، الان درس علومه، گفتم همه به نوبت نماینده میشن، کسی به من نگه من کی میشم، خب چون من خودم انتخاب کردم و بهتون میگم که کی میشیم. باشه پسرم، الانم درس علومه، دستت بالا بود من فکر کردم سوال علوم داری. آقای منصوری کجا رفتی؟ چرا قطع کردی دوربینو پسرم؟ آقای پارسا هم بیان. کامیار و پارسا، کامیار دوربین قطع نکن، اگه قرار باشه قطع کنه من قطع میکنم پسرم. باشه پارسا جان شما هم بیا پسرم. خب پارسا شما چی میخواستی بگی؟ من میخواستم بگم که اگه یه وقت توی خونه بچه روی صندلی بشینه، هیچ وقت نباید بچه روی صندلی بازی کنه. آفرین. آفرین هاستا، نکته خوبی گفتی. ممکنه یه وقت از عقب بیفتن. دقیقا پارسا، من خیلی میبینم سر همین کلاس بچه هایی که روی صندلی های چرخ دار نشستن مرتب دارن اینجوری میچرخن. کار درستیه پارسا؟ نه نه اصلا. کامیار کار درستیه؟ خب الان صندلی کامیار چرخ داره درسته کامیار؟ خب نباید کامیار هی بچرخی، حواست باشه. باشه برای اینکه خدای نکرده یه وقت اگر خودش یه جوری چرخ بزنه با سر میخوری زمین. بچه روی صندلی چرخ دار اصلا نرید بایستیدا، چون تعادل نداره، یهو میچرخه و میافته. خب پارسا به نظر تو ما باید ساعت طولانی تلویزیون ببینیم؟ نه. چرا؟ چه آسیبی بهمون میزنه؟ ممکنه دیگه کلاش، ممکنه اگر خیلی زیاد مدت زیادی مخصوصات موبایل ببینیم ممکنه کور بشیم. کور بشیم؟ خب بچه ها نگاه کنی، ساعت طولانی نه پای موبایل میشینیم. موبایل که اصلا برای شما خیلی زوده، اصلا چون موبایل صفحش هم کوچیکه، بخوای توش بازی بکنی اینا کل چش و مغزت درگیر میشه. تبلت میخوای بازی بکنی فقط نیم ساعت در روز برای سن شما هستش، یا یک ساعت، نیم ساعت صبح، نیم ساعت بعد از ظهر. و وقتی که بازی میکنی باید سعی کنی یه نقطه دور رو ببینی که حالت چشت عوض نشه. تلویزیون اصلا ساعت طولانی نمیبینم کسی نشسته باشه. من میپرسم بچه از ماماناتون که چقدر در طول روز داره تبلت بازی میکنه، چقدر پای تلویزیون هستش. کامیار شما چقدر پای تلویزیونی؟ یک ساعت. بچه ها نباید زیاد پای تلویزیون باشین درسته؟ از همینجا همه به من قول میدین که دیگه نه زیاد پای تبلت میشینید، نه پای موبایل، نه پای چی؟ تلویزیون. درست شد؟ یا این بازی های کامپیوتری PS4 و اینا ساعت طولانی اصلا نمیشینید. بچه شما الان در سنی هستین که مغزتون داره رشد میکنه، سلول های مغز داره رشد میکنه. اگر بخوای ساعت طولانی پشت تلویزیون و لپتاپ و موبایل و اینا بشینی، کلن هم چشتو درگیر کردی هم مغزتو درگیر کردی. یه ذره که میرید جلوتر میبینید بچه هایی که هم سن و سال شما هستن خیلی سریعتر چیزهایی رو یاد میگیرن و برای شما باید چندین بار تکرار بشه بدون که مغزت درگیر شده. درست شد یا نه؟ بله بله. مرسی پسرای گلم. خب بگو. وقتی که من بزرگ شدم خب
شغل اون کسایی که وقتی زلزله این چیزا میشه امداد، امداد، گروه امداد میشیم؟ بله. خیلی هم عالی. خب آقای آرش، آقای روحام عراقی و آقای کیان بیان. خب آرش چی میخوای به من بگی بچه ها؟ دیگه ساعتمون هم داره به پایان میرسه. کیان چی میخوام میخوام بگو آرش، بگو. یه روز با پسر خالم بودم، رفته بودم، اونم اجازه داده بود برم خب بعد اونجا کنارش کوه بود، چند نفر بچه ها اومده بودن، یه کوچولوی طرق مرقه اونجا زده بودن، یه کوچولوی آتش شلال میزدن. بعد شبش کل کوهی که اونجا بود کلن آتیش گرفته بود. آخ آخ آخ. شب چهارشنبه سوری؟ نه. چی؟ معمولی ها. آه معمولی ترقه زده بودن. خب بچه ها آرش نکته خوبی گفت، شبای چهارشنبه سوری خیلی شبایی که بعضی ها کارهای خطرناک میکنن، نارنجک میزنن، ترقه میزنن، سیگارت میزنن. خیلی حواستون باشه، اگر همون ریزه های خورده سنگ های اینا بیخوره تو چشم، چشم رو در آن کور میکنه. خیلی مواظب باشید. آرش جان مرسی پسرم، ممنون. روحام عراقی بگه. روحام صداتو بزن. دادا بگو عزیزم. یه بار پسر خالم یه بار اون چیه همین تو ماشین اینجوری میکشن بالا ترمزدستی یه بار سر سرشیبیا بود. خب یه بار مستقیم رفت، مستقیم رفت، نمیدونم تصادف کرد یه ترمز گرفت. ای وای من. بعد خیلی هم بچه ها یه نکته دیگه بگم، خوب شد گفتی روحام. بچه ها وقتی تو ماشین میشینیم، عقب ماشین میشینیم، هی به صحبت نکنیم، هی بریم جلو بین دو تا صندلی های مامان و بابا، هی حرف بزنیم، دستمونو بریم جلو، حواس آقای راننده یا خانم راننده پرت میشه. بعدش هم شما اگر کمربند ببندید اصلا نمیتونید اون جلو برید. پس موقع رانندگی پدر و مادر سکوت کنید و هی ازشون سوالای مختلف نپرسید که حواسشون پرت بشه. روحام چیز مرسی. امیرحسین احمدی بگه. خانم بنایی جانم عزیزم، من خیلی کم گوشی باز میکنم. آفرین آفرین، کار خوبی میکنی امیرحسین. نیم ساعت فقط و همینطور خیلی مراقب مغز و چشمام هست. آفرین پسر گلم، آفرین بچه ها. مرسی امیرحسین. آقای اسخرنیا شما بگو پسرم. من خب میرم مهمونی، میبینم یه بچه‌شون در حال 3 ساعت داره تلویزیون میبینه. چند ساعت؟ 3 ساعت. 3 ساعت. منم هی خاموش میکنم تلویزیون رو، اون هی میره برمیداره روشن. آخ آخ نه، کارش اشتباهه ولی کار شما درسته امیرحسین. چون تو بچه وقتی آدم خودش رو دوست داشته باشه ایمنی بدنش هم رعایت میکنه. امیرحسین میدونه چشش نباید آسیب ببینه، برای همین ساعت طولانی تلویزیون نگاه نمیکنه. خب پسرای گلم دیگه دست لطفا پایین، بقیه همه صحبت کردن، فقط آقای قابل صحبت کنه چون با بقیه من صحبت کردم و آقای کیان. قابل اگه صحبت کیان برام بگه. کیان جان بگو. من میخوام یه نکته ای رو بهتون بگم. بگو عزیزم. نباید از ارتفاع بلند یا از بالا پشت بون یا از بالکن یا از سقف خونه آویزون بشیم یا از پنجره. آفرین بچه‌ها، تو تراس میریم. آفرین مرسی کیان جان. بچه‌ها ما اگه تو تراس میریم حواسمون باشه اینجوری دولا نشیم، یه وقت خدایی نکرده پرت میشیم یا از بلندی هی نریم بالای مب بپریم پایین. درسته ممکنه خدایی نکرده پامون پیچ بخوره و اذیت بشیم. لطفاً فقط امیرعلی قابلم سوالشو بگه و تمام. امیرعلی بگو بسرم. خانم بنایی جانم، ما باید کم بازشی پایستن تا مثلا چشمون همه جا رو ببینه. چیکار کنیم که چشمون همه جا رو ببینه؟ باید ما کم بازشی پایستن
تا چشمون همه داره ببینه. درسته. من اول صحبتت اصلا متوجه نمیشم چی میگی. کم با گوشی بازی کنیم. آها مرسی. ما کم با گوشی بازی کنیم که چشمون همه جا رو ببینه. این نکته طلاییه. اصلا امیرعلی این جمله ای تو رو ما باید با طلا بنویسیم بزنیم تو خونه هامون. باشه؟ باش. آفرین عزیزم. خب پسرای گلم، کتاب ریاضی که ما تکلیف رو در داخل کلاس انجام دادیم، فقط دستا دیگه لطفاً پایین، فقط گوش کنید ببینید من چی میگم. ریاضی رو که در داخل کلاس انجام دادیم بچه ها، فقط کتاب کار ریاضی رو باید انجام بدیم تا فردا. تم پنجش رو میخوام فقط انجام بدید. تم پنج فقط انجام میشه. بعد دفتر مشق، دفتر مشقمون صفحه 52 که بنویس هستش، من عکسش الان میذارم بچه ها. صفحه 53 دیکته است. لطفاً والدین عزیزم دیکته به پسرهای قشنگم بگم. من دیکته ها رو دیدم، بسیار عالی بود. به همون صورت بگید میتونید از کلمه جدید که با نشانه ت هستش هم دیکته به پسرام بگیم. صفحه 54 بخش کشی و صدا کشی فقط هست. دو تا کلمه داده، بخش کشی و صدا کشی میکنین. و صفحه 55 جمله نویسی هستش. از هر جمله نویسی یک بار بنویسید. اولین جمله رو جلوش بنویسید چون زیرش جا نداره. بقیه جمله ها رو یکی یه بار زیرش بنویسید. یک خط در میون فاصله داره، شما یه خط در میونش اون جمله رو مینویسین. 4 تا فکر کنم جمله باشه. پس صفحه 52 یه بنویس داره مینویسین، صفحه 53 دیکته رو مینویسید با یک درمیون فاصله و سر خطارم علیای عزیزم یه نشانه خوشگل برای پسرم بذارید. بچه من خیلی خوشحال میشم زیر دیکته هاتون نقاشی میکشید چون خیلی خوشگل میشه، حتما نقاشی بکشید. و صفحه 54 دو تا کلمه داره، بخش کشی صدا کشی. و صفحه 55 4 5 تا جمله داره که زیرش گفتم مینویسید، غیر از جمله اول که جلوش مینویسید. و کتاب کار ریاضی تا فردا هم فرصت دارید که کتاب کار ریاضی و مشقاتون رو ارسال کنید. فردا ما نشانه جدید داریم آموزش و همچنین برنامه کلاسی که با پسرهای عزیزم هستش. خب پسرهای عزیزم شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا فردا که ببینمتون. سرحال شاد. بچه هایی که من برنامه صبحگاه بهشون دادم لطفاً سر ساعت در کلاس حاضر باشم. متشکرم. مرسی.